به نام خدا، سلام مجدد خدمت شما بیننده های خوب شبکه ورزش، ورزشکار و ورزش دوست. امیدوارم بعد از ظهر جمعه خوبی رو سپری کرده باشید، عصر جمعتون هم در ادامه خوب باشه و غروب و شب خوبی هم در انتظارتون باشه. از پخش شبکه ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم و با پخش زنده یک مسابقه فوتبال از هفته 24 رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون جام خلیج فارس، بازی که تا لحظه دیگر بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و صنعت نفت آبادان برگزار میشه. بازی بسیار حساسی است، مخصوصا برای تراکتورسازی تبریز که در کورس قهرمانی هست و تلاش داره که به هر حال بتونه امتیاز لازم رو از این مسابقه که در حضور تماشاگران پرشور خودش در تبریز برگزار میشه به دست بیاره. آن سوی میدانم تیم صنعت نفت آبادان هستش که نفتی های آبادانی که در تعداد مساوی الان رکورددار هستن در جدول لیگ برتر فوتبال کشورمون، 15 مساوی داشتن در 8 هفته گذشته، هم هیچ پیروزی نداشتن، اومدن توی این مسابقه شاید نتیجه بگیرن و از اون منطقه در واقع خطر سقوط یه جورایی رهایی پیدا کنن و خودشون رو جدا کنن. اما اون چیزی که مسلم هست، این آقای رضا عادل در این مسابقه داور مسابقه، کار دشواری داره چون بازی بسیار حساسی است. رفته رفته هرچی به پایان لیگ برتر فوتبال کشورمون نزدیک میشیم، بازی‌ها حساس‌تر میشه. اما ما تلاش داشتیم که ساعت 16 در خدمت شما باشیم، بازی دو تیم فولاد خوزستان و پیدر رو تقدیم حضورتون کنیم که تصاویر خب مناسب نبود و نتونستیم. اما نتیجه مسابقه رو خدمتتون عرض می‌کنم که در اواخر نیمه اول مسابقه هست و 1-1 بازی دو تیم مساوی هست. لوسیانو پریورا دقیقه 30 گل زد برای فولاد خوزستان، اما دقایقی بعدش تیم عرض کنم خدمتتون که پدیده به یک ضربه پنالتی دست پیدا کرد و امین قاسمی نژاد موفق شد این پنالتی رو گل کنه و بازی 1-1 در نیمه اول دنبال شد. مسابقه دیگه هم برگزار خواهد شد، در واقع دو مسابقه دیگه برگزار میشه که تیم پارس جنوبی جنب با استقلال خوزستان بازی خواهند داشت و دو تیم نساجی مازندران و سپاهان هم با هم دیدار خواهند داشت. اون مسابقه هم بازی بسیار مهمی است چون سپاهان هم یکی دیگر از گزینه‌های کورس قهرمانی است. شاگردان آقای قرنویی ببینیم توی این مسابقه نتیجه میگیرن یا نه. امتیازشون هم که کاملا برابر هست با تیم تراکتورسازی تبریز. تراکتورسازی تبریز به رغم امتیاز برابر با تیم سپاهان، به جهت تفاضل گل بهتر بالاتر از تیم سپاهان قرار داره. این هم پرچم سرخ رنگ طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز یا پرشورها که در ورزشگاه یادگار امام تبریز همه چی آماده و مهیا هست برای یک بازی جذاب و دیدنی که شما ملاحظه کنید از شبکه ورزش. امیدوارم تصاویر هم به خوبی دریافت بشه و تقدیم حضورتون کنیم. همونطوری که ملاحظه میکنید شایدان مربی بلژیکی تیم تراکتورسازی تبریز که دارن خوب نتیجه میگیرن، واقعا 4 بازی گذشته رو با پیروزی پشت سر گذاشتن. ببینیم که امروز به پنجمین پیروزی خودشون دست پیدا خواهند کرد. شاید این مسابقه رو بشه به نوعی یک مسابقه 6 امتیازی برای تیم تراکتورسازی تبریز تلقی کرد. برد در این مسابقه براشون میتونه خیلی مهم باشه با توجه به اینکه هفته آینده هم تیم تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت دیدار خواهد داشت در هفته 25 در 23 فروردین ماه. اون سوی میدان رقیب دیگرشون سپاهان هم باید ببینیم نتیجهش به چه ترتیب خواهد بود. هفته بعد تیم سپاهان با استقلال تهران بازی خواهد. حالا من بین دو نیمم خدمتون خواهم رسید و کاملتر توضیح خواهم داد با توجه به اینکه تیم‌های کشورمون، نماینده‌های فوتبال کشورمون، فوتبال باشگاهی کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم حضور خواهند داشت و مسابقات حساسی رو در هفته آینده خواهند داشت، دوشنبه و سه‌شنبه. حالا توضیح خواهم داد بین دو نیمه. بریم به تبریز و همراهشیم با گزارش این مسابقه.
به شکل زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم از ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز با پخش دیدار تیم‌های تروکرسازی و صنعت نفت آبادان از هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشور. بازی ثانیه‌های پیش با سوت رضا عادل آغاز شد. در نیمه اول سبز پوشان تیم میهمان صنعت نفت آبادان رو در سمت راست مشاهده میکنید، در حالی که سرخ پوشان تیم میزبان تروکرسازی در سمت چپ مشخص هستند. سلامی ویژه و خسته نباشید حضور همکارم رضا یزدانی و همچنین کارشناس محترم برنامه آقای بختیار حسین‌زاده دارم، همچنین حضور هممیهنان عزیز که از طریق شبکه آبادان این بازی رو به تماشا نشستند، و یه سلامی ویژه حضور بینندگان عزیز شبکه ورزش. استوکس اولین توپ داخل محوطه جریمه میفرسته و توپ در اختیار گردان قرار میگیره. در ابتدای کار و گزارش آرزوی سلامتی، شادکامی، خرمی، آرامش و آبادانی دارم برای همه هممیهنان عزیز سیل زده و میخوام از این طریق به همه اون دست از عزیزان بگم که کنارشون هستیم و ابراز همدردی میکنیم با تمامی آلامی که به وجود اومد. امیدواریم که با تلاش مسئولین و همچنین دست به دست هم دادن هممیهنان عزیزمون هرچه زودتر تمامی مشکلات این عزیزان رفع بشه. پرتاب برای صنعت نفت آبادان هست که این اتفاق میفته به گوشه محوطه جریمه تراکتور. فشار از سمت سبزپوشان صنعت نفت آبادان داخل محوطه جریمه و نهایتاً توپی که توسط طیبی دور شد. گردان دروازه‌بان صنعت نفت آبادان هست. حسین ساکی، سیروان قربانی، عقیل کعبی، فردین آبدینی، ماکومبا، دی اولیویرا، مسلم مجدمی، سید محمد قریشی، جعفر سلمانی و فاخر تهامی شایردان آقای پائولو سرجیو هستند که در قالب تیم صنعت نفت آبادان سفارایی کردند برابر محسن فروزان، محمد طیبی، مسعود شجاعی، مهدی مهدیپور، دانیال اسماعیلی فر، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی، آنتونی استوکس، ایمان سلیمی، اکبر ایمانی و ساسان انصاری. سرمربی این تیم لیکنز هست. پرچم کمک داور اول امیر محمد داوودزاده در این صحنه به نشانه آفساید بالا میره و بازی متوقف میشه، در حالی که کمک داور دوم این دیدار عباس پورهیدری است. داور چهارم هم تورج عوض محمدی به رضا عادل داور این دیدار کمک میکنند در امر قضاوت این مسابقه. تقریبا میشه گفت بیشتر سکوهای طبقه اول استادیوم یادگار امام پر از تماشاچی است و این بازی زیر بارش باران برگزار میشه. محسن فروزان بازی رو دوباره به جریان میندازه. سلیمی احسان حاج صفی رو لبه خط پیدا میکنه، دوباره توپ به سلیمی میرسه. اکبر ایمانی، چهره ای که نیم فصل اول رو با پیرن صنعت نفت آبادان بازی کرد، والا برابر تیم سابق خودش قرار گرفته و در ابتدای کار هم او به سمت نیمکت صنعت نفت رفت. فردین آبدینی هم که بازیکن سابق تیم تراکتور ساسیس به سمت نیمکت تراکتور اومد و یه خوشوبشی داشتند با همبازی‌های قبلی و کادر فنی دو تیم. مسافه تیم‌های 13 و دوم جدول رده‌بندی این بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است. تراکتور برای اینکه در کنار پرسپولیس همچنان جز امیدهای اول قهرمانی باقی بمونند و صنعت نفت هم برای اینکه حاشیه امنیت ایجاد کنه و احساس آرامش کنه از جهت اینکه از اون منطقه خطر دور بشه. پرتاب برای صنعت نفت آبادان در میانه میدان، یه پرتاب بلند، ضربه سر توسط سلیمی زده میشه. احسان حاج صفی لب خط این پاس سالم رو به همتیمیش استوکس میرسونه. اولین باری که استوکس و ساسان انصاری کنار همدیگر بازی میکنن در خط حمله تراکتور و بعد ببینیم که این تفکر لیکنز چه حاصلی برای تراکتور خواهد داشت. سرمربی که از آغاز نیم فصل دوم و از روزی که هدایت این تیم رو بر عهده گرفته نتایج درخشانی رو به نام خودش ثبت کرده. یه لحظه محسن فروزان با این حرکت نفس‌ها رو در سینه حبس کرد و
به هر ترتیبی بود اون صحنه رو خودش پوشش داد تا روند کلیشیتاش همچنان پاورجا بمونه. ماکومبا به سمت او حرکت کرد، یه بار دیگه موقعیت برای صنعت نفتی که کار رو خطرناک آغاز کرده. دوباره ماکومبا به قصد باز کردن دروازه فروزان حرکت کرد و شوتش رو خود محسن فروزان برگشت داد. در ششمین دقیقه این تیم میهمان هست که اشتهای بیشتری برای حمله از خودش نشون میده، تیمی که به نوعی میشه گفت به اصطلاح فوتبالی ها گربه سیاه تراکتور بوده در این فصل از رقابت ها، هم دور رفت و هم در جام حذفی تراکتور رو شکست داده. یه بار دیگه موقعیت ایجاد میشه برای این تیم، تو باز محوطه جریمه خارج میشه و حالا میتونه تبدیل به ضد حمله بشه برای تراکتور که اتفاق نیفتاد. موج دوم حمله صنعت نفت شکل گرفت، توپ دوباره ناقص دفع میشه. دژاگه با یه حرکت تکنیکی و دیدنی این صحنه و این موقعیت ایجاد میشه برای تراکتور. پشت محوطه جریمه فرصت برای تراکتور، توپ دور میشه از محوطه جریمه. دانیال اسماعیلی فر به سمت محوطه جریمه حرکت کرد و توپ او رو به بیرون زدند، در حالی که این تیم صنعت نفت بود که تراکتور رو تحت فشار قرار داده بود. با خلاقیت اشکان دژاگه این صحنه زیبا ایجاد شد. با هم ببینیم حرکت دانیال اسماعیلی فر رو که با همکاری اشکان دژاگه صاحب توپ شد. دی اولیویرا رو با سرعت بالای خودش جا گذاشت و به سمت محوطه حرکت کرد و در نهایت توپ از پاش جدا شد و توپ به بیرون زدند. میانه میدان پاسکاری در دستور کار شاگردان لیکنز قرار میگیره. وزش باد و بارش باران جهتش بر علیه تیم تراکتور سازی است و این کار رو سخت کرده برای این تیم، در حالی که این تیم داره حمله میکنه. ارسال بلند توپ یا ضربه سر، فرصت برای تراکتور و توپ از محوطه جریمه خارج میشه. در زیر بارش باران و در هوای مطلوب و بهاری از جهت درجه حرارت این بازی برگزار میشه و الا بارش باران میتونه آزار بده بازیکنان دو تیم و هواداران حاضر در استادیوم رو. ایمان سلیمی مرکز میدان صاحب توپه، پاس قطری بلند به سمت راست دانیال اسماعیلی فر به توپ میرسه، در موقعیتی مناسب برای ارسال توپ قرار داره. عقبتر شجاعی عالی میفرسته توپو، استوکس موفق به زدن ضربه سر نشد و داور بازی رو متوقف میکنه. 0-0 مساوی، هشتمین دقیقه دیدار تراکتورسازی و صنعت نفت در استادیوم یادگار امام در هوای ابری و بارانی با هم شاهد ارسال شجاعی هستیم. لحظه‌ای که توپ سر استوکس فرود نیومد و قبلش داور بازی رو متوقف کرده بود. شهاب گردان دوباره بعد بازی رو به جریان بندازه. وفا هخامنش تنها محروم صنعت نفت و تنها محروم این دیدار هست. تراکتور در این مسابقه محرومی نداره، ولی یوکیا سوگیتا بازیکن ژاپنی این تیم به دلیل مصدومیت گفته میشه که تا یک ماه از میادین دور خواهد بود. به این ترتیب دو تیم دو تن از بازیکن‌های اصلی خودشون رو در ترکیب ندارند. وفا هخامنش که بازی قبلی با دو کارت زرد اخراج شد و یوکیا سوگیتایی که مصدوم هست. حالا دانیال اسماعیلی فر هم احساس ناراحتی میکنه. بعد ببینیم که وضعیت او به چه ترتیبه. با پای خودش به بیرون از میدان میره و به نظر نمیرسه برای ادامه بازی مشکلی داشته باشه. بازیکنی که لحظاتی پیش یه صحنه خطرناک رو ایجاد کرد، هرچند موقعیتی نصف و نیمه بود. گردان بعد بازی رو به جریان بندازه. دانیال اسماعیلی فر هم با اجازه رضا عادل میتونه به ترکیب تراکتور بازگرده. فعلا داور اجازه آغاز دوباره کار رو نداده. مشکلی هم برای احتمالاً پیرهن یا دستکش محسن فروزان پیش اومده بود. حالا بازی میتونه دوباره به جریان بیفته. گردان این کار را انجام میده، توپش بلند به پشت محوطه جریمه تراکتور میاد.
توپ سرگردان در میانه میدان، دی اولیویرا به هر ترتیبی توپ رد میکنه. سیروان قربانی از سمت چپ قصد نفوذ داره، پاسکاری او، دوباره قربانی به توپ هم میرسه، سیروان قربانی توپو ارسال میکنه داخل محوطه جریمه. بالا مدافعان تراکتورسازی تن به اوت میدند، پرتاب برای صنعت نفت شکل میگیره. دی اولیویرا توپو از داد، سیروان قربانی سعی میکنه که اشتباه همتیمیشو جبران کنه. فعلا بازی در اون منطقه گره خورده و داور بازی رو به نفع تراکتور متوقف میکنه. سید فاخر تهامی یه شوخی با همتیمی سابقش اکبر ایمانی داره در این صحنه. پاسکاری در مرکز خط دفاعی تراکتور، ایمانی مرکز میدان رو برای این پاس انتخاب میکنه، شجاعی و پاس او که در آفساید به استوکس میرسه. سبز پوشان صنعت نفت دوباره بعد بازی رو به جریان بندازند. اخیل کعبی این کار رو انجام خواهد داد. داور اشاره میکنه که درست از همون نقطه ای که بازی متوقف شده دوباره بعد به جریان بیفته. فعلا به اون شکلی که باید بازی شکل نگرفته و شاهد توقف‌های بیشمار این بازی بودیم تا دقیقه 12 و نتیجه‌ای که 0-0 مساوی است. گردان با این ضربه بلند بازی رو به جریان میندازه، توپش یه تیکه به بیرون میره و پرتاب برای تراکتور. امروز از هفته 24 بازی فولاد و پدیده آغاز شده. راست ساعت 7:45 دو بازی دیگه آغاز میشه که برای هر دو تیم های اهمیت. بازی پارس جنوبی و استقلال خوزستان نتیجهش برای صنعت نفت مهمه، بازی نساجی و سپاهان نتیجهش برای تراکتور. اکبر ایمانی، دانیال اسماعیلی فر یه لحظه توپش جدا میشه، پاس او به مقصد نرسید و حالا پرتاب برای تراکتور. سیروان قربانی تعادلش رو از دست داد، بارش باران باعث شده که زمین لغزنده باشه. استوکس همکاری او با دانیال اسماعیلی فر، توپو به وسط میبره، موقعیت برای تراکتور داره شکل میگیره. گوشه محوطه جریمه، هاج صفی رو به عقب، پشت محوطه، ارسال توپ، فرصت برای تراکتور و دستان گردان. خروج موفق او از دروازه باعث شد که توپو به راحتی در آغوش بکشه. خیلی سری بازی رو به جریان میندازه. ارسالی که به نقطه ای نرفت که استوکس و دژاگه بودند. دانیال اسماعیلی فر، پرتاب توپ به مرکز خط دفاع، طیبی صاحب توپ ایمان سلیمی رو پیدا میکنه. پاسایی روی زمین، سرخپوشان تراکتور سعی دارن که با حوصله و طمأنینه ایجاد موقعیت کنند برای دروازه صنعت نفت آبادان. برخلاف لحظات آغازی دیدار، فعلا صنعت نفت چشم به ضد حملات داره در این لحظات. یه موقعیت برای استوکس، فرصت برای تراکتور سازی و توپی که ناباورانه به بیرون زده میشه. آنتونی استوکس قدر بهترین موقعیت این دیدار رو در دقیقه 14 نمیدونه. یه توپ بادآورده نصیبش شد و او موفق نشد این توپو گل کنه. البته به نظر شجاعی بود که پاس داد. به هر حال استوکس در محوطه جریمه در مسافه تک به تک با گردان ناکام بود و موفق نشد دروازه رو باز کنه. خطر از بیخ گوشه گردان و دروازه صنعت نفت رد شد تا بازی همچنان 0-0 مساوی باقی بمونه. یه برخورد در میانه میدان، بازی متوقف میشه. طیبی احساس ناراحتی کرده و برای تذکر به ماکومبا میده تا بازی رو آرومتر دنبال کنه. این لحظه بود که یه برخوردی با طیبی داشت و داور به نشانه یه خطا بازی رو متوقف کرد. پاس قطری بلند به سمت راست، دژاگه به توپ نرسید. اکبر ایمانی سعی داره که حفظ توپ کنه و اجازه نده توپ به بیرون بره. این اتفاق هم میفته. طیبی در مرکز خط دفاعی تراکتور،
دوباره اکبر ایمانی، پاس بلند برای استوکس، اخیر کعبی راه توپ و بست. دی اولیویرا، فردین آویلی اجازه عبور توپ رو نمیده. برخورد در میانی میدان، یک بار دیگه بازی به نفع تراکتور متوقف میشه. این بار به جهت خطای ساکی این اتفاق میفته. بازی به جریان میفته. احسان حاج صفی عقب‌تر، مهدی پور، شجاعی، کاپتان تراکتور صاحب توپه، اکبر ایبانی. تعداد پاسای سرخپوشان تراکتور روی زمین کم کم داره بیشتر میشه. دو بازیکن از تراکتور دنبال این توپ هستن که اجازه ندن به بیرون بره. طیبی زودتر از فروزان رسید و این اجازه رو نداد. محسن فروزان، دروازه‌بانی که با 13 کلین شیت رکورد داره این عنوان هست، هرچند رحمتی و بیرانوند هم با یک بازی بیشتر و با 13 کلین شیت این عنوان رو در اختیار دارند و این بازی مشخص میکنه که آیا دوباره فروزان به صدر جدول رکورددارهای کلین شیت این فصل لیگ برتر خواهد رفت یا خیر. اگر در این بازی دروازه شو بسته نگه داره، تعداد کلین شیت های فروزان به 14 خواهد رسید و او بالاتر از رحمتی و بیرانوند با 13 کلین شیت قرار خواهد گرفت. یک بار دیگه شاید بازی فیزیکی هستیم و سوت داور به صدا در میاد. خطا به نفع تراکتور در میانه میدان اعلام میشه. فردین آبدینی اشکان دژاگه رو با خطا متوقف کرد. کوتاه بازی دنبال میشه. ایمان صلیبی، اکبر ایمانی. لحظاتی که تراکتور صاحب توپ هر 11 بازیکن صنعت نفت در نیمه زمین خودی آرایش دفاعی به خود میگیرد. یه پاس خوب، موقعیت داره ایجاد میشه برای تراکتور، توپ هم ارسال میشه. توپ از محوطه جریمه خارج شد و حالا میتونه تبدیل به ضد حمله بشه برای صنعت نفت. ببینیم که به چه شکل استفاده خواهند کرد. یه حمله سریع شکل میگیره، یه بازیکن روی زمین میفته و داور به نشانه خطا بازی رو متوقف میکنه. یه کارت زرد هم به مسعود شجاعی نشون داده میشه به خاطر خطایی که به این شکل مرتکب شد. تشخیص این که در این صحنه برخوردی بود یا خیر سخته، ولی خب قطعا فاصله داور مسابقه از ما نزدیکتر هست به این صحنه. خطا برای صنعت نفت. در این صحنه که به نظر برخوردی شکل نمیگیره، اگر به همین ترتیب هست ما قضاوت نمی کنیم که خطایی نبود. اگر به این ترتیب بود کارت زردی که شجاعی گرفت صحیح نبوده. سربازات هم زده میشه، تو به بیرون میره. به اون شکل استفاده مناسبی از این ضربه آزاد نبرد تیم صنعت نفت. پرتاب برای این تیم شکل میگیره. ماکومبا، دو بازیکن مزاحمش هستن، سعی داره که نفوذ کنه. بازیکن هم تیمی رو صاحب توپ کرد. سلمانی عقب‌تر، دی اولیویرا به لب خط، فرصت برای ارسال توپ هم داره شکل میگیره. آبدینی هم اضافه شده و یه پرتاب حاصل تلاش بازیکنان تیم میهمان هست. فردین آبدینی مأمور پرتاب توپ. شاید بازی های خوب او در تراکتور بودیم زمانی که با فینال این تیم بازی میکرد. بالا همین شرایط خوب رو در تیم صنعت نفت داره. بارش باران به شکل رگباری هی خط میشه و دوباره شروع میشه. به هر حال این بارش هواداران تراکتور سازی رو تسلیم نمی کنه که دست از حمایت تیمشون بردارند. طیبی، هر دو سرمربی ایستاده کار رو دنبال می کند.
اسماعیلی فر، دوباره اسماعیلی فر صاحب توپه، یه پاس خوب داخل محوطه جریمه، فرصت برای تراکتور، همچنان این موقعیت هست برای تراکتور، توپ ارسال میشه به بعد از تیر دو، موقعیت عالی و توپی که بازم ناباورانه گل نشد. اشکان دژاگه موفق به باز کردن دروازه صنعت نفت نمیشه. دروازه قبلی دیگر تیم خوزستانی رو تراکتور در یک بازی خارج از خانه شکست داد. والا صنعت نفت به خوبی ایستادگی کرده تا این لحظه. با هم صحنه قبلی رو البته نصفش رو مرور کردیم، حالا بقیهش رو میبینیم که اشکان دژاگه موفق نشد دروازه رو باز کنه، در حالی که ساسان انصاری هم منتظر توپ ارسالی بود. دروازه قبلی اشکان دژاگه گذری کرد برای تراکتور، پرتاب برای صنعت نفت. این هم لحظه بود که توپ سر مدافع صنعت نفت البته به صورتش برخورد کرد. برای لحظاتی مهاجمان تراکتور اعتقاد به خطای هند داشتند. مجهز به زمین مسابقه اومده لیکنز. شجاعی از بین دو بازیکن قصد عبور داره که موفق هم میشه. تو به بیرون رفته، پرتاب برای تراکتور اعلام میشه. 8 بازی متوالی است که صنعت نفت در حسرت پیروزی به سر میبره. در حالی که تراکتور در 8 بازی متوالی هیچ شکستی تجربه نکرده. دو تیم در عدد 8 از این حیث برابر هستن که تراکتور شکست نخورده، صنعت نفت پیروزی نداشته. پرتاب برای تراکتور، احسان حاج صفی در عرض حرکت میکنه، ماکومبا مقابلشه، دوباره احسان حاج صفی توپو از دست داد و از دمله شکل میگیره برای صنعت نفت. ماکومبا توپ میخواد، این موقعیت داره برای صنعت نفت ایجاد میشه. دی اولیویرا روی زمین میفته بدون خطا و صحیح و سالم توپشو در اختیار میگیره دانیال اسماعیلی فر. پاس او به پشت محوطه جریمه، دوباره دانیال اسماعیلی فر که ناامید کننده تر نسبت به صحنه قبلی به زیر توپ زد و توپ از بالای دروازه با ارتفاع زیاد به بیرون رفت. 23 دقیقه دیدار 0-0 مساوی. دو موقعیت جدی تراکتور ایجاد کرده که با کم دقتی دژاگه و استوکس توپا گل نشدند. گردان شجاعی با ضربه سر توپو به سمت راست میبره. انصاری، دوباره شجاعی مجبور به پاس رو عقب میشه. دانیال اسماعیلی فر مرکز خط دفاعی رو انتخاب میکنه برای این پاس. بازی میانه میدان متوقف میشه. با خطایی که دی اولیویرا روی شجاعی انجام داد، تراکتور صاحب این ضربه آزاد میشه در میانه میدان. خود شجاعی هم پشت توپ هست. با این پاس سعی داشت استوکس رو صاحب توپ کنه، این اتفاق افتاد ولی در آفساید. بارش باران شدیدتر هم شده. دور جزء تیم هایی است که کمترین تعداد باخت ها رو داشتند. البته بعد پرسپولیس و سپاهان دور در این فصل فقط 3 باخت داشته که یکیش هم مقابل همین صنعت نفت بوده. تا این لحظه میشه گفت صنعت نفت برابر خطرناکترین خط حمله لیگ برتر مقاومت خوبی داشته.
شجاعی. احسان حاج صفی رو از سمت چپ راه میندازه. یه بازیکن رو به خوبی جا گذاشت. احسان حاج صفی پاس عالی او برای استوکس. استوکس به تو میشه میرسه پشت محوطه جریمه است. استوکس ضربه رو میزنه و گردان دروازه رو نجات میده. یه حمله دیگه شکل میگیره برای تراکتور سمت چپ. فرصت برای تراکتور سازی هست. داخل محوطه جریمه راه بسته است. رو عقب پاس انداخته میشه. شجاعی سعی بر حرکت تکنیکی داره. ساکی مقابلشه. شجاعی نگاهو داخل محوطه جریمه. ارسال بلند توپ. دانیال اسماعیلی فر با سر توپو میکنه و داور بازی رو متوقف میکنه. برای لحظاتی تراکتور هجومی کار کرد و تحت فشار قرار داد خط دفاعی صنعت نفت رو. یه برخورد ناخواسته هم در این صحنه شکل میگیره بین سیروان قربانی و دانیال اسماعیلی فر که باعث میشه دو بازیکن مصدوم بشن. از سه موقعیت خوب تراکتور تا این لحظه هیچ استفاده ای نبرده. در یک صحنه که صحنه قبلی بود شهاب گردان شوت استوکس رو مهار کرد و در دو صحنه بعدی مهاجمای تراکتور بودند که دقت کافی رو در نواختن ضربات انتهایی نداشتن. این صحنه قبلی است که استوکس به خوبی حرکت کرد و از بین این همه مدافع توپو به سمت دروازه شوت کرد که گردان آخرین امید صنعت نفتی ها بود برای اینکه این توپ گل نشه و ناامید هم نکرد. هواداران صنعت نفت رو بعد توپو برگشت داد و بازی همچنان 0-0 باقی موند. این هم صحنه قبلی است که اشکان دژاگه برای لحظاتی هنرنمایی کرد. به نظر وضعیت مدافع صنعت نفت یه مقدار نگران کننده است. امیدواریم که مشکل خاصی براش پیش نیاد. در صحنه که شجاعی به این شکل توپ ارسال کرد، برخورد دانیال اسماعیلی فر با سیروان قربانی او رو مصدوم کرد. برخورد کاملا ناخواسته و غیر عمدی بود بین دو بازیکن. حتی پزشک تراکتور هم در این صحنه به نظر حاضر بود. اگر خدای نکرده سیروان قربانی دچار مصدومیت حاد باشه، مشکلات صنعت نفت در خط دفاعی بیشتر خواهد شد. با توجه به محرومیت وفا هخامنش، استحکام خط دفاعی صنعت نفت کمتر خواهد شد. آرزوی سلامتی داریم برای سیروان قربانی تا بتونه به این بازی ادامه بده. خطرناکترین خط حمله لیگ برتر یعنی تراکتور با 36 گل زده فعلا برابر صنعت نفت موفق به گلزنی نشده. تعویض به نظر باید انجام بشه برای صنعت نفت. فعلا این تیم 10 نفره بازی رو دنبال میکنه و به نظر رضا جبیره به بازی خواهد اومد. با آمبولانس سیروان قربانی رو به بیرون از میدان انتقال خواهند داد. امیدواریم که برای محکم کاری باشه و مشکل سختی گریبانگیر مدافع خوب صنعت نفت سیروان قربانی عزیز نباشه. 10 نفره فعلا بازی رو دنبال میکنه صنعت نفتی که وفا هخامنش رو هم امروز در خط دفاعی نداشت. نگران حال سیروان قربانی هم هستیم. اگر اطلاعی بدن دوستان از وضعیت حال این بازیکن قطعا به اطلاع بینندگان عزیز خواهد رسید. رضا جبیره جای خالی سیروان قربانی رو پر خواهد کرد در ترکیب صنعت نفت آبادان. طیبی، اکبر ایمانی در بازی قبلی یک کار خوب شکل دادند سرخپوشان تراکتور تا لحظه ای که استقلال خوزستان بازیکناشو تعویض نکرد. زیاد
رو به کارهای هجومی نیاوردن. الان هم به نظر یه حالتی شبیه به اون صحنه شد که فعلا سعی دارن که با پاسکاری منتظر بمونن تا شرایط برای تعویض رضا جبیره مهیا بشه. پاس قطری برای احسان حاجی صفی، توپ به بیرون میره، فاخر تهامی با او حرکت کرد، بالا تعویض انجام میشه، رضا جبیره، تعویض اجباری پائولو سرجیو برای تیم صنعت نفت هست و در ترکیب این تیم قرار میگیره به جهت مصونیت سیروان قربانی. او هم به نظر از آمبولانس بیرون اومد سیروان قربانی، خدا رو شکر دیگه نیاز نشد که او رو منتقل کنن به بیمارستان و در نیمکت صنعت نفت قرار میگیره. خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه مشکلی جدی گریبان سیروان قربانی رو نگرفت. پس دوستان این بازیکن هم خصوصا خانوادهش نگران نباشن که او روی نیمکت صنعت نفت حضور داره و مشکل خاصی هم نداره. بازی نمان میشه ایمان سلیمی، پاس بلند به سمت راست دانیال اسماعیلی فر، توپو مهار میکنه لب خط صاحب توپه، دانیال اسماعیلی فر سعی داره نفوذ کنه، پاس خوب او پشت محوطه، حالا داخل محوطه جریمه و ساکی که توپو دور میکنه. بله چهره سیروان قربانی را مشاهده میکنید که صحیح و سالم روی نیمکت صنعت نفت بازی رو تماشا خواهد کرد. باز هم ماکوبا مرتکب خطا میشه و این بار دیگه کوپناش برای تذکرات داورم کامل سوخته و کارت زرد رو دریافت میکنه از داور. در چندین صحنه شاهد خطایی بودیم که حالا دیگه داور مجبور به نشان دادن کارت زرد میشه به ماکوبا. دو تیم هر یک اخطاری داشتن، شجاعی برای تراکتور، ماکوبا برای صنعت نفت. البته در مورد کارت زرد شجاعی باید بعدا بحث بشه که به چه شکل دریافت کرد. طیبی مرز میدان رو رد میکنه، وارد زمین صنعت نفت میشه، شجاعی همکاری با استوکس روی زمین میفته و داور اعلام زمین آزاده مستقیم میکنه برای تراکتور. خوش تکنیکی بازیکنان تراکتور در برخی مواقع مدافعان صنعت نفت رو مجبور به انجام خطا میکنه. در این صحنه شاهد خطای اخیل کعبی بودیم. 33 دقیقه دیدار، گردان با مدافعان پشت محوطه جریمه خودش صحبت میکنه. چند بازیکن از تراکتور مشغول تحریزی برای بهره مندی از این ضربه آزاد هستند. فاصله برای زدن این ضربه به شکل مستقیم یه مقدار دوره، ولی باید منتظر بمونیم. تراکتور بازیکن خلاق زیاد داره و باید ببینیم که چه نقشه‌ای در سر دارن تا از این ضربه استفاده کنند. پشت توپ احسان حاج صفی و اشکان دژاگه به همراه دانیال اسماعیلی فر قرار گرفتن. سه بازیکن از تراکتور پشت این توپ هستند. شهاب گردان درون دروازه برای اینکه مواظب باشه توپ گل نشه. رضا عادل و آخرین تذکرات او. دانیال اسماعیلی فر از این جمع جدا میشه. احسان حاج صفی ضربه رو مستقیم میزنه و خوبم میزنه. شهاب گردان با جایگیری مناسب خودش تو در آغوش میکشه. یه بازیکن دیگه از صنعت نفت در محوطه جریمه خودی احساس ناراحتی کرده. فردیر یه راست شک کردم، مثلا فردیر آبدیدی بود که روی زمین احساس ناراحتی میکرد. این هم ضربه احسان حاج صفی است که در آغوش شهاب گردان قرار گرفت. یه ضربه بلند از گردان، دانیال اسمیلی فر موفق به مهار توب نشد، توبم به بیرون میره.
کورنر برای صنعت نفت. تو برخورد به پای دانیال اسمالی فر به بیرون رفت. کورنر از سمت چپ برای صنعت نفت شکل میگیره. غیر گردان برای بتونه صنعت نفت جلو کشیدن برای استفاده از این ضربه کورنر. سلمانی مأمور زدن ضربه کورنر برای صنعت نفت. از سمت چپ ضربه کورنر برای صنعت نفت زده میشه. مرکز محوطه جریمه سراسیمه توپ ناقص دفع میشه. حالا ساکی و ضربه‌ای که به این قائله ختم میده. توپ برگشتی رو خوب نزد ساکی. اکبر ایمانی هم احساس ناراحتی میکنه. ببینیم این وضعیت رو به چه ترتیبه. شاید کورنر سلمانی هستیم. قریشی هم روی زمین افتاد و احساس ناراحتی کرد. اعتقاد به خطا داشت. رضا جبیر تعویضی اجباری صنعت نفت بود. بازی از مقابل دروازه فروزان دوباره به جریان خواهد افتاد. با توجه به برد دیروز پرسپولیس برابر پیکان، نیاز دکتر برای کسب 3 امتیاز این مسابقه بیشتر احساس میشه. زقی فروزان و فرود توپ در بیانه میدان. یه بازیکن دیگه از دکتر احساس ناراحتی میکنه که شجاعی است. از ناحیه صورت دچار معصومیت شده. دانیال اسماعیلی فر منطقه بازی رو تأخیر میده. از سمت چپ موقعیت برای نفوذ هست. اکبر ایمانی هم به ترکیب دکتر بازگشت. پرتاب برای دکتر اعلام میشه. احسان حاج صفی مأمور پرتاب توپه. استوکس موفق به عبور نشد. بالا ضد حمله شکل میگیره. برای صنعت نفت ماکون با در عمق حرکت کرده. اکبر ایمانی پاس رو به عقب. توپ در اختیار سرخپوشان تراکتوره. از سمت راست اشکان دژاگه حرکت میکنه. شجاعی توپ عالی ارسال کرد داخل محوطه و توپی که در اختیار اشکان دژاگه شهاب گردان قرار میگیره. بازی به جریان میفته. دی اولیویرا این ارسال خوبه. شجاعی است. ساسان ارساری اعتقاد به خطای هند داشت. به هر حال بازی دنبال میشه. باز به فضای خالی سمت چپ ساکی توپ خطرناک ارسال میکنه و از بالای دروازه توپ به کورنر میره. یک کورنر دیگه نصیب صنعت نفت میشه. با دخالت سلیمی این توپ راهی کورنر شد. سلمانی یه بار دیگه او از سمت چپ ضربه کورنر رو میزنه. با ضربه سر طیبی توپ از محوطه جریمه خارج شد. حالا ضد حمله میتونه شکل بگیره. یه پاس به سمت راست. ضد حمله تند و سریع که از دست میره. سوکس توپ رو از دست داد. یه برخورد دیگه. این بار ماکومبا روی زمین افتاده. بازی بیشتر به شکل فیزیکی دنبال شده و برخوردهای بین بازیکنان دو تیم مدام باعث توقف این بازی شده. صحبت‌های شجاعی با رضا عادل. دکتر به همراه سپاهان با 36 گل زده هجومی ترین تیم لیگ برتر هست و خط حمله خطرناکی داره. تا این لحظه هم حداقل 3 صحنه خطرناک ایجاد کرده روی دروازه صنعت نفت که توپ گل نشدند. تیمی که در 8 بازی متوالی
شکستی تجربه نکرده، درست از زمانی که لیکنز سرمربی تراکتور رو بر عهده گرفته. شجاعی دشاگه، ایمانی منطقه بازی رو تغییر میده، سلیمی پاس بلند برای احسان حاج صفی، حرکت او توپ تند و سریع هست، حاج صفی به توپ میرسه، توپ به بیرون نرفته، حرکت خوب حاج صفی که یک کورنر نظر گرفت، البته نه توپ به بیرون رفته بود، دوباره مقدار با تاخیر اعلام ضربه اوت میکنه برای صنعت نفت، اینجا توپ به بیرون رفته بود، بعد آور خطای پرتاب اوت اعلام کرد برای صنعت نفت. یعنی دیگه سلبانی حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، سلبی راه دور او و دستان محسن فروزان خیلی سری بازی رو جریان میندازه. احسان حاج صفی شجاعی رو پیدا میکنه میانه یه میدان، پاس بلند از شجاعی، اشکان دژاگه، پاس خوب، استوکس داخل محوطه جریمه است، زاویه تنگ شد برای او، پاس عرضی توی دروازه، گل برای تراکتور با پاس استوکس و ضربه‌ای که ساسان انصاری میزنه دروازه باز میشه و تراکتور گل اول این دیدار رو به ثمر میرسونه، 1-0 تراکتور پیش میفته برابر صنعت نفت. همکاری خوبی که با پاس شجاعی آغاز شد و نهایتاً ختم به گل اول این دیدار میشه، اولین گل فصل خودش رو برای تراکتور به ثمر میرسونه ساسان انصاری و دروازه گردان باز میشه. تا تماشاگرانی که زیر بارش باران ایستاده کار رو دنبال کردند خوشحال بشند. پاس بی‌نقص و نگاه تیزبینانه استوکس به نقطه ای که مدافعی از صنعت نفت برای مهار ساسان انصاری حضور نداشت و دروازه ای که باز میشه تا 1-0 تراکتور پیش بیفته در لحظات انتهایی نیمه اول دیدار. صنعت نفتی که خوب مقاومت کرده بود حالا دروازش باز میشه و مجبور به حمله است برابر تراکتور. جعفر سلمانی توپگیری میکنه، میخواد وارد محوطه جریمه بشه، موفق نیست، پاس رو به عقب او، ساکی، نگاه او داخل محوطه و توپی که از محوطه جریمه دور میشه و به بیرون میره. نام ساسان انصاری رو هم به سبک خودشون سر میگن تبادران تراکتور. این بازیکن با دوبلگی مضاعف بازی رو دنبال کنه. این هم صحنه خطای اکبر ایمانی روی ساکی بود که منجر به این ضربه آزاد میشه برای صنعت نفت و طولی که توسط مسلم مجدمی بعد برای دروازه تراکتور ارسال بشه. حالت یوزنی دیگه و همچنین او هم پشت توپ هست. سلمانی رد میشه، مجدمی توپ بلند ارسال میکنه داخل محوطه جریمه و دستان محسن فروزان 500 و بیش از 540 دقیقه است، الان دیگه حدودا نزدیک به 600 دقیقه است دروازه فروزان باز نشده. دژاگه یا پاس خوب دیگه، دانیال اسماعیلی فر، پاس رو به عقب، مدافعان صنعت نفت توپو دور میکند، پرتاب برای تراکتور، شجاعی این کار انجام میده، دانیال اسماعیلی فر همکاری او با شجاعی در اون فضای تنگ به خوبی همدیگر رو پیدا میکنند. شاگردان لیکنز توپ از دست میره، دی اولیویرا پاس او به همتیمیاش نرسید، قبلش بازی متوقف شده. بخواهم دقیق‌تر عنوان کنیم 585 دقیقه است به دروازه تراکتور باز نشده. شور و حال وصف ناشدنی در بین هواداران تراکتور سازی و فضایی که کاملا هیجان انگیز است در استادیوم یادگار امام. ماکومبا
توپش به بیرون رفته و ضربه دروازه رو ماسر فروزان باید بزنه. 4 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول این دیدار در نظر گرفته میشه. تلاش ماکومبا برای عبور از سد محکم، یکی از باخیرترین های تراکتور اکبر ایوانی، فایده ای نداشت و توپش به بیرون رفت. دژاگه، اسوالی فر، طیبی، پاسای روی زمین از سوی شاگردان جورج لیکنز. اسماعیلی فر با آرامش خاطر بیشتری بازی رو دنبال میکنند. سرخپوشان تیم میزبان با توجه به اینکه گل اول این دیدار رو به ثمر رسوندند و از حمایت هواداران خودشون هم بهره مند هستند. شجاعی ایمانی، دانیال اسماعیلی فر، دژاگه سعی از بازیکن عبور کنه، روی زمین افتاد و دی اولیویرا توپ رو ربود. دی اولیویرا همچنان داره رو به جلو حرکت میکنه، پاس رو به فاخر تهاوی میرسه ولی پس پای فاخر تهاوی جدا شد. قریشی توپ در اختیار میگیره. قریشی، مجدمی، دی اولیویرا، دوباره مسلم مجدمی، کبی، سلمانی، ساکی. از سمت چپ ساکی توپو بد ارسال کرد. حسین فروزان بعد بازی رو دوباره به جریان بندازه. از بازیکناش میخواد تا رو به جلوتر بازی رو دنبال کنن. در این لحظات انتهایی نیمه اول اگر این نتیجه پا برجا بمونه، تیم میزبان پیروز به رختکن خواهد رفت. خطای شجاعی اعلام میشه. یک کارت زرد هم داره که بحث برانگیز بود. حالا بعد با احتیاط بیشتری بازی رو دنبال کنه. دی اولیویرا، قریشی، مجدمی، از بین دو بازیکن سعی بر عبور داره، موفق شد. تا پشت محوطه جریمه سرخپوشان صنعت نفت پیش میاند، همچنان هم توپ در اختیار دارند. این پاس به پشت محوطه، سلمانی وارد محوطه جریمه میشه، ضربه رو میزنه. توپ از کنار دروازه فروزان عبور میکنه و به بیرون میره. تکنیک ظاهر شد، فضا رو برای این شوت ایجاد کرد. تو شهر چارشوب نبود و جعفر سلمانی ناکام بود در شوتی که به سمت دروازه این چهره زد. ضربه بلند فروزان، شجاعی، داوری تذکر به مسعود شجاعی میده، کاپیتان تراکتور. اینجا خطای شجاعی اعلام شد. دی اولیویرا، ساکی و سوت پایان نیمه اول این دیدار با برتری 1-0 تراکتور برابر صنعت نفت آبادان. با گلی که ساسان انصاری زد، تراکتور پیروز به رختکن میره و باید منتظر اتفاقات نیمه دوم این بازی باشیم و ببینیم که چه شرایطی حاکم خواهد بود بر بازی. شجاعی هم نسبت به کارت زردی که دریافت کرد داره با آقای عادل صحبت میکنه. به هر حال با وقفه 15 دقیقه‌ای دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فعلا شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بنا می‌سپاریم.
به نام خدا. سلام مجدد حضور بینندگان عزیز و محترم شبکه ورزش، شبکه سهند، همکارم رضا یزدانی و آقای بختیار حسین‌زاده و همچنین همیهنان عزیز که از طریق شبکه آبادان بازی تیمای تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان را به تماشا نشستند. نیمه اول این بازی با تکل ساسان انصاری روی پاس گل استوکس 1-0 به نفع تراکتور به پایان رسید. حالا در نیمه دوم بازیکنان تراکتورسازی با پیرنهای قرمز رنگ سمت راست مشخصند و بازیکنان صنعت نفت هم با پیرنهای سبز رنگ در سمت چپ تصاویر قرار دارند. اولین حمله از سوی شاگردان جورج لیکنز شکل میگیره. احسان هاچ صفی تو با ارسال میکنه، تو برگشت داده شد، دوباره هاچ صفی، یک ارسال دیگه، استوکس ضربه سر میزنه و توپ از بالای دروازه عبور میکنه و به بیرون میره. توپ سرش به خوبی جفت و جور نشد و الا ضربات سر خطرناکی داره و به سختی میشه ضربات سر این بازیکن رو مهار کرد. در یکی دیگر از بازی هایی که از هفته 24 رو رأس ساعت 16 آغاز شده بود، بازی فولاد و پدیده 1-1 مساوی به پایان رسیده تا پدیده از کورس قهرمانی جا بمونه. بازی نساجی و سپاهان هم 0-0 مساوی، درست مثل بازی پارس جنوبی و استقلال خوزستان. گردان بعد بازی رو از مقابل دروازه خودی آغاز کنه. نیمه اول صنعت نفت یه تعویض اجباری داشت که با مسئولیت سیروان قربانی رضا جبیره جای رو پر کرد. غیر از این تغییر دو تیم با همون ترکیب فیکس پا به میدان مسابقه در نیمه دوم گذاشتند. زبری بلند برای ماکومبا، سرعت توپ زیاده، فروزان به همراه سلیمی مشایعت میکنن تا توپ به بیرون بره. محسن فروزان بازی رو به جریان خواهد انداخت. تراکتور برابر صنعت نفتی تا این لحظه 1-0 برنده شده که همین صنعت نفت باعث حذف تراکتورسازی در جام حذفی و همچنین شکست تراکتور در بازی رفت شد. دی اولیویرا، کبی، سلبانی توپ در اختیار میگیره، از بین دو بازیکن به خوبی عبور کرد. ساکی هم اضافه شده، توپ به اون نمیرسه. یه بار دیگه دی اولیویرا، فضای خالی سمت راست به خوبی تشخیص داده میشه. فردین آبدینی سعی داره نفوذ کنه، با تکل بلند ساسان انصاری توپ بیرون زده میشه. زنده تکل دیدار ساسان انصاری اجازه نداد فردین آبدینی بیشتر نفوذ کنه. دوباره فردید آبدینی مأمور پرتاب توپ، بلندی کار انجام میده. توپ از احسان حاج صفی عبور کرد، سلیمی پشت سرش کار احسان حاج صفی رو ساده تر میکنه. دوباره توپ به بیرون رفته و فردید آبدینی مأمور پرتاب توپه که به نظر میرسه پرتاب بلند رو در دستور کار قرار داده باشه. فردین آبدینی بلند پرتاب میکنه داخل محوطه، فرصت برای صنعت نفت، توپ دور میشه به خط دفاعی صنعت نفت. دوباره یه پاس بلند دانیال اسماعیلی فر، توپ به نفع صنعت نفت به گردش در خواهد اومد. دی اولیویرا پاس بلند داخل محوطه و توپی که عرض زمین رو رد میکنه تا فروزان به توپ ضربه بزنه. 1-0 تراکتور برابر صنعت نفت به پیروزی رسیده. فقط دو بار در این فصل صاحب 3 امتیاز کامل مسابقات شده، یکیش هم برابر همین تراکتور بود، ولی خب در بازی‌های خارج خانه صنعت نفت
تا کنون هیچ بردی نداشته. اشکان دژاگه دنبال توپ حرکت میکنه. با ضربه سر اجازه ندادند او به توپ برسه. هرچند بعدش دوباره توپ تصاحب کرد ولی به واسه اشتباه توپ از دست رفت. مجدمی شجاعی مزاحم کارش شد. ماکومبا سر توپ میزنه، همچنان سعی داره نفوذ کنه، سلمانی رو پیدا میکنه، جعفر سلمانی پاس ارزی او دوباره برای ماکومبا، یه بار دیگه سلمانی توپ ارسال کرد و نهایتا کورنر برای صنعت نفت. همکاری سلمانی و ماکومبا باعث این زمین کورنر شد. سلمانی پشت توپ هست برای زدن ضربه کورنر، این کار رو به تیره یک انجام میده. ضربه سر اول از مدافعان تراکتور، دژاگه دنبال توپه، با ضربه سر سعی داشت توپ عبور بده که روی زمین میفته و بازی متوقف میشه. در بهترین فرم ممکن بوده تراکتور در 8 بازی قبلی، از 24 امتیاز ممکن فقط 4 امتیاز رو از دست داده، اون هم به خاطر دو مساوی. در 8 بازی قبلی تراکتور 6 پیروزی کسب کرده. یه موقعیت برای تراکتور، ساسان انصاری وارد محوطه جریمه میشه، توپو ارسال کرد به نقطه‌ای که بازیکن سرخپوش اونجا حضور نداشت. ساکی داره که دژاگه به شدت معترض نسبت به تصمیم کمک داور دوم مسابقه، اعتقاد داشت توپ به نفع تراکتور به بیرون رفته. یه بار دیگه صحنه رو ببینیم، مشخص میشه توپ به پای هر دو بازیکن برخورد کرد. حالا قبل اینکه به پای ساکی برخورد کرده باشه به پای دژاگه خورد، اینکه توپ به بیرون رفته بود قبل این صحنه یا خیر، تشخیص کمک داور بود و پرتابم برای صنعت نفت شکل گرفت. فروزان زننده یه ضربه دروازه برای تراکتور خواهد بود. تا دقیقه 30 سپاه برابر نساجی مازندران موفق به گلزنی نشده و او بازی 0-0 مساویه. بازی پارس جنوبی و استقلال خوزستان هم فعلا گلی نداشته. طیبی زودتر از ماکومبا ضربه سر میزنه. دانیال اسماعیلی فرد دنبال توپ حرکت میکنه، لب خط به توپ رسید ولی یه چیز میده توپ بیرون بره تا پا پرتاب بازی رو دنبال کنه. طیبی مرکز خط دفاعی با ضربه بلند سعی داشت شجاعی رو صاحب توپ کنه. شجاعی حالا صاحب توپ میشه. پاس او خوب نبود. سلمانی پاس خطری بلند، فرصت برای صنعت نفت پشت محوطه جریمه و حضور به موقع از ایمان سلیمی که اجازه نداد رضا جبیره حرکت بیشتری به سمت محوطه داشته باشه. دو بازیکن هم مصدوم میشن، هم رضا جبیره هم ایمان سلیمی. تراکتور با 4 پیروزی متوالی پا به میدان این مسابقه گذاشته. رکورد پیروزی های متوالی در این فصل 5 پیروزیه که حالا تراکتور به این رکورد هم میرسه اگر این نتیجه پا بر جا بمونه، که البته لحظات زیادی از این مسابقه باقی مونده. سپاهان و استقلال و پدیده 5 برد پی در پی به نام خودشون در این فصل ثبت کردند. تراکتور با 4 برد متوالی برابر صنعت نفت قرار گرفته و باید ببینیم که نتیجه این بازی چی میشه. اگر 3 امتیاز مسابقه نصیب تراکتور شد، تراکتور هم به رکورد پیروزی های پی در پی این فصل که عدد 5 باشه خواهد رسید. اینجا رضا جبیر خودشون جدا کرده است احسان آجصفی، ولی در ادامه کار ایمان سلیمی از راه رسید. خوشبختانه دو بازیکن هم مشکل خاصی ندارند و به بازی می
میتونن ادامه بدن. فردین آبدینی با همراهی هم تیمیش بازی جواب مردانه رو انجام میده و تو در اختیار تراکتور قرار میده. 35 دقیقه تا پایان این مسابقه فرصت باقی است. 10 دقیقه از نیمه دوم سپری شده که اتفاقات زیادی در این 10 دقیقه به چشم نخورده. یه ضربه بلند به میانه میدان، ضربه سر اول رو مجدبی زد. ساسان انصاری فضای خالی سمت راست رو برای این پاس انتخاب میکنه. دژاگه توپو میکاره سابی راه دور و عکس العمل دیدنی گردان که اگر این عکس العمل رو شکل نمیداد دروازه صنعت نفت برای بار دوم باز میشد. کوتاه کار دنبال میشه. دوباره ساسان انصاری، سه مدافع روبروش بودند. کسی از صنعت نفت میانه میدان حضور نداره و موجی دیگر از حمله شکل خواهد گرفت. اشکان دژاگه سمت راست، نگاه او به محوطه جریمه است. سلمانی مزاحمت ایجاد کرده و دانیال اسماعیلی فر که فعلا تا این لحظه اون دانیال همیشگی نبوده. جلوی گردان رو مشاهده میکنید که لحظاتی پیش با عکس العمل سریع و واکنش خوب مانع از فروپاشی دروازه شد. ماکومبا به سمت راست، موقعیت برای جبیره. احسان حاج صفی از راه میرسه و توپو میزنه. حرکت تندو سریع شکل میگیره. ساسان انصاری توپو به وسط میاره. همکاریو با اکبر ایمانی، پاس قطری عالی از اکبر ایمانی. دژاگه سعی داشت تک ضرب توپ در اختیار استوکس قرار بده که موفق نشد. هر موقع دژاگه توپو از دست میده، خودش هر چند متر هم باشه سمت توپ و بازیکنی که توپو از او رو بوده میدوه تا اشتباهش گردن تیمش رو نگیره. محسن فروزان از بازیکنهای تیمش میخواد تا روبه جلوتر برند. ضربه رو به توپ بیزنه. جبیره پاس میندازه، خودش حرکت میکنه. مجدبی، دی اولیویرا، اکبر ایمانی به موقع از راه رسید ولی پاس او با دقت نبود. دوباره دی اولیویرا، سلمانی، ساکی رو پیدا میکنه لب خط. توپ برخورد به پای او به بیرون رفت. اکبر ایمانی توپ پرتاب میکنه. مهدی پور پاس عمقی عالی، آفساید هم نبود ولی خب گردان به موقع از دروازه خارج شد. سری بازی رو به جریان میندازه. ماکومبا، دانیال اسماعیلی فر راه پاس او رو کات کرد. شاهد حمایت همه جانبه هواداران دکتر در ورزشگاه یادگار امام هستیم که در راه قهرمانی این تیم صدرن از هیچ تلاشی فروگذار نباشند. سبیاسات برای صنعت نفت، این ضربه رو مجدبی به توپ میزنه. توپ داخل محوطه فرود میاد. با ضربه سر توپ خارج شد. دانیال اسماعیلی فر تعلل کرد. یه فرصت دیگه برای صنعت نفت و توپی که به بیرون میره و کورنر شکل میگیره برای صنعت نفت آبادان. از سمت چپ کورنر برای صنعت نفت و جعفر سلمانی که پشت توپ بلند توپو میفرسته. ضربه سر که خطرناک هم هست، کسی نبود توپو به سمت دروازه فروزان کات کنه.
تعداد تماشاگران حاضر در استادیوم 40,000 نفر اعلام میشه. ساعت نفت تحت فشار قرار داده تراکتور رو در این لحظات. این بار نوبت اوت فردین آبدی نیست که بلند توپو به سمت محوطه پرتاب میکنه. یه توپ سرگردان، موقعیت برای صنعت نفت. دانیال اسماعیلی فر از راه میرسه، توپو بازم از دست داد، یه پاس عرضی. شانس آورد دانیال که توپ بازیکنی از صنعت نفت نرسید. یالتی رو فرم نیست امروز انگار دانیال اسماعیلی فر. اینجا جعفر سلمانی توپ او رو در اختیار گرفت و نزدیک بود خطری جدی تهدید کنه دروازه محسن فروزان رو. پرتاب برای صنعت نفت که در این لحظات بیشتر اوقات بازی رو در زمین تراکتور سپری میکنه. دیولیویرا، ساکی، کعبی، پاس طولی، اشکان دژاگه برای لحظاتی توپ موقت در اختیار گرفت. ماکوم با توپ میکاره، خودش حرکت میکنه به سمت محبته. حالا اکبر ایمانی، اشکان دژاگه به کمک او میاد، توپ در اختیار میگیره. شجاعی یا بازیکن رو به خوبی جا گذاشت. استوکس، انتقال بازی به سمت چپ. ساسان انصاری راه میندازه، احسان حاج صفی رو از بازیکن عالی عبور میکنه. احسان حاج صفی به توپ میرسه، توپ ارسال میکنه، یه بار دیگه موقعیت و داور که بازی رو متوقف کرد. استوکس و کعبی با هم برخورد داشتند و این منجر به مصونیت هر دو بازیکن شده. اینجا حاج صفی از آبدینی عبور میکنه و در آخرین لحظه توپو میفرست روی دروازه. سر به سر شدند استوکس و کعبی. ساعت نفت یکی از در واقع بهترین تیمی است که تعداد بیشتر مساوی رو به نام خودش ثبت کرده، یعنی استاد مساوی کردن لیگ برتر صنعت نفت. بیشتر از نصف بازی های این تیم با نتایج مساوی به پایان رسیده. با 15 مساوی بیشتری تعداد مساوی رو به نام خودش ثبت کرده و این نشون میده که نتیجه 1-0 هم برای تراکتور سازی نتیجه‌ای کاملا خطرناک و شکننده هست در برابر تیمی که تبحر خوبی روی مساوی کردن داره. شجاعی، پاسش به مقصد نرسید. رضا جبیره، مهدی پور سعی داشت اجازه نفوذ رو اون نده، موفق هم شد. یه بار دیگه توپ در اختیار سبزپوشان صنعت نفت قرار میگیره. یه توپ گیری، آفساید هم نیست. استوکس به سمت محوطه حرکت میکنه، استوکس ضربه رو میزنه، بازم گردان توپو عالی در اختیار گرفت. در از دست دادن موقعیت امروز استوکس ناکام بزرگ تراکتور بوده. دوبار سعی کرده تعداد گل‌های خودش رو به عدد 12 برسونه. اینجا تعلل عقیل کعبی، خوشیاری ساسان انصاری که استوکس رو پیدا کرد تا اون پاس گل قبلی رو جبران کنه برای استوکس، ولی استوکس موفق نشد برابر گردان گلزنی کنه. میشه گفت حداقل دو گل 100% رو خریده شهاب گردان برای صنعت نفت. شصت و پنج دقیقه از زمان بازی سپری شد. تراکتور 1 با گل ساسان انصاری که نیمه اول به ثمر رسید. صنعت نفت 0 و تلاشای این تیم برای زدن گل مساوی. یک پاس بلند به سمت راست و به گوشه میدان، رضا جبیره به توپ میرسه. تکل
حاج صفی و پرتاب برای صنعت نفت. فردین آبدینی یک بار دیگه بخت آزمایی خواهد کرد برای صنعت نفت آبادان. روی پرتاب بلند نگاه او به داخل محوطه جریمه است. فردین آبدینی داور با بازیکن داخل محوطه صحبت میکنه، توپ هم خوش کرده که دیگه با هرچی توان داره توپ پرتاب کنه. زیاد پرتاب خوبی نداشت. ضربه سر اول رو بازیکن تراکتور زدن، پرتاب هم برای تراکتور در میانه میدان. شجاعی این پرتاب رو نصیب سرخپوشان تیم میزبان کرد. احسان حاج صفی توپ پرتاب خط کرد برای تراکتور. ایمانی، اشکان دژاگه، استوکس رو صاحب توپ میکنه پشت محوطه جریمه. استوکس توپ رو نگه میداره، پاس او دوباره برای دژاگه. پرتعداد هستن مدافعان صنعت نفت و کعبی توپ رو در اختیار میگیره. مجدمی، دیولیویرا از یه بازیکن به خوبی عبور کرد. دانیال اسماعیلی فر ایستادگی میکنه. این زدمله نصیب تراکتور سازی شده با هنرنمایی دژاگه. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ضربه رو خودش میزنه، توپ موموس با تیر به نظر به بیرون رفت. اگر هم موموس نبود خیلی با فاصله کم به بیرون رفت. خودش حرکت کرد، فضا تنگ بود برای پاس. ضربش هم با فاصله بسیار کم راهی اوت شد. دیولیویرا تحت فشار پاس رو عقب میندازه برای کعبی. پرس در دستور کار شاگردان لیکنز قرار گرفته در این لحظات. حاج صفی، استوکس، حرکت استوکس تا پشت محوطه جریمه پیش میاد. استوکس پاس ارزی او به شجاعی. دژاگه توپ میخواد که حالا او رو میبینه. شجاعی، دژاگه، دانیال اسماعیلی فر، اکبر ایمانی، پاسای روی زمین برای پیدا کردن راه نفوذ و ایجاد موقعیت روی دروازه صنعت نفت که با بی‌دقتی مهدی پور تو از دست رفت. یه پاس به فضای خالی سمت چپ، حالا موقعیت خطرناک داره برای صنعت نفت شکل میگیره. از سمت چپ این نفوذ شکل گرفته. جعفر سلمانی وارد محوطه میشه و از راه میرسه مهدی پور، همون توپی که لو داده بود و به بیرون میزنه. فردین آبدینی زمین مسابقه رو برای صنعت نفت ترک خواهد کرد و میلاد جهانی به جای او وارد میدان خواهد شد. دومین تعویض پالو سرجیو برای برگردوندن نتیجه، که البته یکیش تعویض اجباری بود. میلاد جهانی در ترکیب صنعت نفت قرار میگیره و ترکیب صنعت نفت نسبت به قبل هجومی تر خواهد شد. کبی، دوازدهمین رویارویی صنعت نفت با تراکتور که فعلا منجر به برد تراکتور شده. 70 دقیقه 1-0 تراکتور پیش هست و صنعت نفت داره حمله میکنه. ماکومبا یه پاس که به مقصد نرسید. میلاد جهانی سعی داشت اولین حرکت مثبت خودش رو ترتیب بده برای صنعت نفت و موفق نشد. در 11 بازی قبلی که دو تیم در لیگ برتر با هم بازی کردند، نفت فقط یک بار صاحب پیروزی شده که
اون یک بار هم در بازی رفته دو تیم بود در آبادان. در پنج بازی ترکتور به پیروزی رسیده و پنج دیدار دو تیم هم مساوی به پایان رسیده. هاکسفی، توپ او به بیرون میره، پرتاب برای صنعت نفت. ساکی کوتاه توپو پرتاب میکنه، شجاعی راه توپو بست، دیکنز فعلا دست به ترکیب خودش نزده، با همون 11 مردی بازی میکنه که فیکس برای این بازی انتخاب کرده. ماکومبا منطقه بازی رو تغییر داد، ساکی نفوذ کرده پشت محوطه جریمه، این ضربه و عبور توپ از بالای دروازه. یک بار دیگه محسن فروزان بعد بازی رو به جریان بندازه، سرداش بزرگی چیپ دروازه فروزان رو باز کنه یا پشت مدافعان رو هدف قرار بده که به هر حال در هیچ یک از دو منظور موفق نبود. فروزان ضربهش یه تیکه به بیرون میره، ترکتور کنترل بازی رو در اختیار گرفته و صنعت نفت توپ میدان رو. دیولیویرا دژاگه توپ موقت دور میکنه، طیبی، مهدی پور، ساسان انصاری، اکبر ایمانی، حاج صفی، پاس به موازنه خط طولی میدان، شجاعی حرکت میکنه، یه بازیکن رو جا میذاره، عالی کار میکنه، شجاعی وارد محوطه جریمه هم شده، پاس ارزی او به نقطه ای که به زحمت میندازه دانیال اسماعیلی فر رو برای تصاحب این توپ، از یه بازیکن فوق‌العاده عبور کرد دانیال اسماعیلی فر، ولی خب بازم رو فرم نبودنش رو ثابت کرد. البته در بازی امروز با این سانتری که ترتیب داد، یکی از مهرهای ارزشمند ترکتور بوده دانیال اسماعیلی فر، تا این هفته که ترکتور رده دوم جدول رو در اختیار داره. گردان ضربه او بلند به زمین ترکتور میاد، بازی سپاهان نساجی همچنان 0-0، استقلال خوزستان یک گل به پارس جنوبی جم زده در خانه حریف. این صحنه بود که داور خطای ماکومبا رو اعلام کرد به خاطر خطایی که روی مهدی پور رخ داد. فروزان، ایمان سلیمی، حاج صفی، یا پاس خوب به سمت چپ، شجاعی توپو کاشت، ولی خب برای ساکی این اتفاق افتاد. دوباره ساکی، مجدمی، میلاد جهانی رو به عقب پاس میده تا گردان بازی سازی رو شروع کنه. دیولیویرا و پاس و سانتر ناامید کننده او که باعث شد صنعت نفت از حالت هجومی در بیاد. محسن فروزان که همچنان در هفتمین بازی متوالی دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، مورد تشویق هواداران حاضر در استادیوم قرار میگیره. ۶۱۴ دقیقه است، دروازه فروزان در لیگ برتر باز نشده و تا این لحظه این 14th کلین شیت فصل محسن فروزان هست. درگیری تهامی با ایمان سلیمی، قریشی دنبال تو برکت میکنه، پاس رو به عقب، گردان برابر
کاپیتان تراکتور سازی راهی جز دور کردن توپ نداره. استوکس پشت محوطه جریبه حرکت در عرض او همچنان حرکت میکنه، پاس عالی داخل محوطه جریبه، موقعیت برای ارسال توپ که با واکنش گردان توپ راهی کورنر میشه. از اون حرکت های انفجاری و خلاقانه مسعود شجاعی بود. با پاس خوب استوکس زدش یک تو رو با این بازیکن کامل کنه، گردان توپ راهی کورنر کرد. خود شجاعی ضربه کورنر رو میزنه داخل محوطه جریمه، ضربه سر توپ سرگردان و دستان گردان. منتظر میمونه تا بازیکن تیمش جلو بکشند و حالا بازی رو به پرتاب دست کوتاه آغاز میکنه. مجدمی منطقه بازی رو به سمت چپ تغییر میده، یه تک از دانیال اسمالی فر دیولی ویرا در یک رد و بدل صاحب توپ میشه. قریشی دژاگه بهش نزدیک شد، دیولی ویرا راه ها بسته است و کار سخته برای شاگردان پائولو سرجیو که موقعیت ایجاد کنند. یه توپ عبور میکنه بالاخره، میلاد جهانی توپ ارسال میکنه، با دخالت طیبی توپ برگشت داده شد. دوباره طیبی که در سمت راست دیده میشه سعی داره مانع از ارسال توپ بشه. یک ارسال به تیر یک، ایمان سلیمی توپ برگشت داد. یه حرکت تکنیکی دیدنی از شجاعی و پاس او به استوکس. دنبال توپ حرکت میکنه، استوکس به توپ میرسه، داخل محوطه جریمه است. استوکس تکلنها پاموز میکنه، پاس رو به بیرون او و مدافعان صنعت نفت که پوشش مناسبی دارند. زد حمله شکل میگیره برای صنعت نفت. طالب ریکانی آماده است به عنوان سومین تعویضی پائولو سرجیو وارد زمین بشه. به جای فاخر تهامی در ترکیب صنعت نفت قرار خواهد گرفت. یک عنصر هجومی دیگه که تازه نفس هم هست به ترکیب صنعت نفت میاد. طالب ریکانی اولین توپ در اختیار میگیره. این حرکت قبلی شجاعیه که بازیکن جا گذاشت و با نگاهی تیزبینانه و با هوشیاری هرچه تمامتر اون پاسو برای استوکس فرستاد. یه پاس به پشت محوطه جریبه، موقعیت داره ایجاد میشه برای صنعت نفت. طیبی توپو دور میکنه، استوکس دنبال توپ حرکت میکنه، دی اولیویرا اونجا با گردان همکاری میکنه. قریشی مجدمی بازی مقابل تیمای ته جدول که خطر احتمالی سقوط رو هم احساس میکند به اندازه بازی برابر مدعیان قهرمانی حساس، نفسگیر و سخت هست. این سختی کاملا در این بازی مشخص بوده. برابر یک حریف سخت کوش و خوب به نام صنعت نفت رو توسی کاملا تحت فشار بوده در این دیدار که این فشارها همچنان هم ادامه داره. کورنر با دخالت دانیال اسمانیفر. از سمت چپ ضربه کورنر زده خواهد شد. ضربه کورنر پرشماری که فعلا استفاده خاصی نبردن. این ضربه کورنر زده میشه، فروزان توپ مشت میکنه، ببینیم زده حمله شکل میگیره یا خیر. به توپ رسید ساسان انصاری ولی پاسش در اختیار اشکال دژاگه قرار نمیگیره و یه حمله دیگر تحریزی خواهد شد از سوی سبز پوشان صنعت نفت. پاس خطری دانیال اسماعیلی فر با ضربه سر سعی داشت توپ دور کنه. میلاد جهانی و این سانتر عجیب و غریب او و توپی که
به بیرون میره. 10 دقیقه تا پایان. تراکتور 1 صنعت نفت 0. هیچی نمیشه گفت در مورد اتفاقاتی که در این 10 دقیقه پایانی میتونه رخ بده. محسن فروزان با این ضربه بلند توپو به زمین صنعت نفت میبره. استوکس سعی داره با ضربه سر توپو در اختیار ساسان انصاری قرار بده، موفق نشد. طالب ریکانی دور میزنه، شجاعی مانع نفوذ او میشه و پرتاب برای صنعت نفت. احسان هاش صفی با خطا توپو از او گرفتند. طالب ریکانی نسبت به تصمیم داور برای لحظاتی معترض بود. رضا جبیره به این شکل با خطا احسان حاج صفی رو نقشه بر زمین کرد. محسن فروزان بازی باید به جریان بنازه. ضربه رو او به توپ میزنه تا یکم تراکتور آرایشی هجومی تر به خود بگیره. ساسان انصاری رو تو بر سر میذاره، تو برگشت داده شد به میانه میدان. مهدی پور یه برخورد و باز هم خطا. رضا جبیره باز هم مرتکب این خطا شد. شجاعی بعد بازی رو به جریان بنسه. دانیال اسماعیلی ور سمت راست خالی و فضای خوبی هم داره برای اینکه شجاعی به چشت بازی رو به جریان میندازه. به پشت محوطه جریمه یه همکاری عالی ساسان انصاری با پاس استوک ساب توپ انصاری. ارسال توپ به دستان شهاب گردان. هر سه تعویض خودش رو انجام داده پائولو سرجیو، در حالی که لیکنز فعلا دست به ترکیبش نزده. 83 دقیقه در میانه میدان. ساکی حرکت رو به عقب او، مجدمی، دیولیبیرا منطقه بازی رو تغییر میده به سمت چپ. کعبی بازی روان از سوی بازیکن صنعت نفت و با پاسایی که همدیگر رو پیدا میکنند فرصت داره برای این تیم ایجاد میشه و توپ هم خطرناک از کنار دروازه فروزان رو گول کرد. چقدر راحت و دیدنی به هم پاس دادند سبزپوشان صنعت نفت با اعتماد به نفس فراوان. هرچند که چیزی برای از دست دادن نداره این تیم و چاره‌ای جز حمله کردن هم نداره، ولی به هر حال تعداد پاس‌های روی زمین این تیم که به شکل هماهنگ و روان شکل گرفت و باعث این موقعیت شد. جز اتفاقات برجسته این لحظات از بازی بود. گردان سراسیمه توپو دور میکنه. میلاد جهانی از بازیکن عبور میکنه. ریکانی شجاعی از پشت سر ایجاد مزاحمت میکنه. دوباره جهانی باز میندازه خودش حرکت میکنه. ریکانی همکاری دو بازیکن تازه نفس صنعت نفت سرانجامی نداره و دوباره توپ در اختیار سرخپوشان تراکتور قرار میگیره و دوباره این تیم توپ در میانه میدان از دست میده تا یه حمله دیگه نصیب صنعت نفتی بشه که قدر این موقعیت ها رو و قدر این توپ ها رو فعلا نمیدوند. ساسان انصاری بالا به زیر توپ احسان حاج صفی که توپو دور میکنه. تراکتور رو به کنترل بازی آورده.
و به نظر به عمد توپو در اختیار صنعت نفت قرار میدن تا مشغول انجام کارهای دفاعی و کنترل بازی بشند. فعلا برنامه‌ای برای حمله و پرس نداره تروکتور. ساسان انصاری روی زمین احساس ناراحتی میکنه، خطایی روی او اعلام نشده و خیلی سریع تو پرتاب میشه. مجدمی منطقه بازی رو عوض میکنه به سمت چپ. دیولیویرا در دایره میانی صاحب توپه، دنبال بازیکن و یار همتیمیست. طالب ریکانی رو پیدا میکنه. دوباره مجدمی، پاس او به پشت محوطه جریمه، جریره گوشه محوطه، توپ ارسال میشه، خطرناکم ارسال میشه. در آخرین لحظه ایمان سلیمی راه توپ بست. 5 دقیقه، یعنی کمتر از 5 دقیقه طوفانی و سخت و نفسگیر برای تروکتور تا از این 3 امتیاز حساس مواظبت کنه. دانیال اسماعیلی فر رو تو بسر میذاره، احسان حاج صفی نقش بر زمین شد و خطا اعلام میشه. تا برای لحظاتی هم که شده خط دفاعی تروکتور نفس راحتی بکشه. رضا شربتی، عبدالاساده نقی‌زاده، طاهران، احسان پهلوان، محمد رضا آزادی، سید احمد موسوی و همراه محمد رضا اخباری جزء نفرات ذخیره تروکتور در این دیدار هستند. 87 دقیقه، محسن فروزان بازی رو باید به جریان بندازه. تشویق بی امان هواداران حاضر در استادیوم. یه ضربه سر مهدی پور سعی داره تو باز رضا جبیره بگیره، موفق نشد. کبی انتقال بازی به سمت چپ، یه نفوذ دیگه شکل گرفته از سمت چپ برای صنعت نفت. تا پشت محوطه جریمه تو پیش میاد، حالا موقعیت شوت زنی برای ریکانی پیش اومده، تعلل میکنه و راه های شوت زنی بسته میشه. کنترل بازی تا این لحظه حربه موفقیت آمیز برای لیکنز برای کسب 3 امتیاز این مسابقه بوده. جای مهدی پور در زمین مسابقه با نقی‌زاده پرخرج شد. اولین تعویضی تروکتور در 88 دقیقه دیدار. مهدی پور زمین مسابقه رو ترک میکنه و نقی‌زاده به جای او به بازی خواهد اومد. تلاش زیادی نشان داد مهدی پور در میانه میدان و نقشی مثبت تا این لحظه ایفا کرد برای که موقعیت های صنعت نفت آبادان زیاد زهردار نباشه. فروزان ضربه بلند، فرود توپ زمین صنعت نفت، دوباره توپ برگشت داده میشه. ماکومبا، ریکانی، طیبی توپ دور میکنه به نقطه‌ای که شهاب گردان حضور داره. یه بازی به یاد ماندنی و تاریخی در استادیوم یادگار امام برگزار خواهد شد. دیدار تروکتور و پرسپولیس که مدت ها میتونه خاطره خوبی داشته باشه برای دوستداران فوتبال. یه بازی بزرگ و میشه گفت فینال لیگ برتر. اگر تروکتور تا بازی پرسپولیس امتیازی از دست نده، اون بازی میتونه یکی از هیجان انگیزترین بازی های دوران اخیر در فوتبال لقب بگیره. کار خوب دانیال اسماعیلی‌فر در این لحظات، پرتاب اوتی که در نقطه مناسبی از زمین در زمین صنعت نفت آبادان نصیب تروکتور میکنه. در دقیقه 90 این توپ پرتاب میشه پشت محوطه نقی‌زاده. منطقه بازی رو یه حالتی تغییر داد که احساد حاج صفی برای مهار توپ با مشکل مواجه شد. دیولیویرا، گردان، یا
یه تو سر توپ از کهبی، گردان، قریشی رو پیدا میکنه. قریشی توپ از دست داد، البته با خطا این اتفاق میفته. خیلی سری بازی دنبال میشه، 4 دقیقه وقت تلف شده برای صنعت نفت و تراکتور. تنها گل دیدار در نیمه اول به ثمر رسیده، بعدش دیگه دروازه دو تیم باز نشده. بیشتر اوقات نیمه دوم صنعت نفت مشغول بازکاری و تلاش برای ایجاد موقعیت بود که در این امر زیاد موفق نبودند برای ایجاد موقعیت. یه تعویض دیگه، ورود موسوی به جای استوکس به بازی است، تعویضی که خط دفاعی تراکتور سازی رو مستحکم تر خواهد کرد. استوکس موفق نشد در این بازی گلزنی کنه، خودش هم از این حالت راضی نیست، هرچند با تشویق هواداران ناظر در ورزشگاه به نیمکت میره، ولی خب پاس گل تراکتور رو در این دیدار حساس او داد و ساسان انصاری گلزنی کرد. زیدان بعد موسوی به بازی میاد، دومی تعویضی لیکنز. حالت سوکس در این دیدار موقعیت داشت، خودش دقت کافی رو به خرج نداد تا تعداد گل‌های او به عدد 12 برسه. حساس‌ترین لحظات ممکن در این دیدار هم برای تراکتور هم برای صنعت نفت که میخواد حداقل امتیاز رو کسب کنه، و تراکتوری که میدونه اگر امتیاز از دست بده از کورس با پرسپولیس عقب خواهد موند. موقعیت برای صنعت نفت داخل محوطه جریمه تراکتور، ضربه هم زده میشه، توپ از بالای دروازه عبور میکنه. ماکومبا سعی داشت دروازه رو هدف قرار بده ولی زیاد موفق نبود، با فاصله زیادی از بالای دروازه فروزان توپ بیرون رفت. تراکتور ثانیه هایی تا پنجمین برد متوالی در هفت خانی که برای حرکت به سمت قهرمانی داره فاصله داره. اشکان دژاگه خوب حرکت میکنه، یه پاس عالی، موقعیت برای گل دوم، و بازم شهاب گردان که با همکاری مدافع دیگه بازی خوب امروزش رو تکمیل میکنه. کورنر برای تراکتور، با هم حرکت اشکان دژاگه و کار زیبای او رو ببینید، فوق‌العاده بود حرکت اشکان دژاگه با تمرکز بالا، همه چی میشه دید در این تصویر، قدرت دوندگی بالا، تکنیک، تاکتیک، تیزبینی و تیزهوشی که همه در اشکان دژاگه جمع شده بود در این صحنه. شجاعی دوازی که ما مزاهمش هستند، شجاعی سعی داره که توپو در گوشه میدان نگه داره، برای لحظاتی موفق به انجام این کار شد. اکبر ایمانی ضربه سر رو میزنه پشت محوطه جریمه، تازه بازی گرم شده در این لحظات انتهایی. دوباره اشکان دژاگه خواست همون حرکت قبلی رو تکرار کنه، این بار موفق نشد. یه پاس رو به عقب، محسن فروزان توپو در اختیار داره، حالا توپ دور میشه به میانه میدان، دیولی ویرا، یه توپ دیگه به میانه میدان، کعبی دنبال توپه. بیشتر هواداران حاضر در استادیوم ایستاده، گوشاشون تیزه برای این که سوت پایان این دیدار به صدا در بیاد. یه برخورد بین موسوی و بازیکن صنعت نفت، این حرکت موسوی بود که البته خب تکلش تکل خطرناکی بود، ولی اون صحنه ای هم که کعبی و موسوی تو هم درگیر بودن بر سر تصاد توب و بعدش کعبی رو صورت
موسوی فرود اومدم خطرناک بود. یک کارت زرد به کعبی و یک کارت زرد به موسوی. نتیجه و حاصل صحنه های قبلی است که نمیشه در رده صحنه های خوب و به یاد ماندنی این بازی قرار بگیرد. لیکنز به همراه آذرنیا، آقای آذرنیا سرپرست تروتو را از بازیکنان تروتو میخوان تا حاشیه رو جمع کنند. دو تیم برای لحظاتی با هم درگیر بودند و هر دو تیم مقصر این حاشیه ها بودند که خطره به خیر میشه. موسوی خوب سوت پایان این دیدار به صدا در میاد. تراکتور سازی با سه امتیازی که کسب میکنه در برابر صنعت نفت در رده دوم دوباره در دو امتیازی صدر جدول باقی میمونه و به هر حال باید ببینیم که در ادامه کار چه اتفاقاتی خواهد افتاد. نهمین بازی بدون باخت لیکنز، پنجمین برد پیاپی تراکتور سازی و در نه بازی نیم فصل دوم که تراکتور فقط دو مساوی داشته بقیه بازی ها رو برده، نشون میده که تراکتور در بهترین فرم ممکن قرار داره. آرزوی موفقیت داریم برای تیم دوست داشتنی صنعت نفت آبادان که جزء ریشه های فوتبال ایران هست، همچنین برای تراکتور که از این قاعده مستثنا نیست و امیدواریم که هفته پیش رو که به نوعی آغاز هفته ها و ماه های کاری برای شما عزیزان و هممیهنان عزیز هم هست، همراه با برکت، شادی و آرامش باشه. با این امید همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. دوستان عزیز خیلی ممنون، خسته نباشید. ملاحظه فرمودید تیم تراکتورسازی تبریز موفق شد مسابقه رو ببره 1-0 و 3 امتیاز حساس رو کسب کنه. 49 امتیازه هست و فقط 2 امتیاز با تیم پرسپولیس صدرنشین که 51 امتیازه هست فاصله داره. بازی سپاهان و نساجی مازندران نیمه اولش که 0-0 شد، حالا باید ببینیم نیمه دوم به چه ترتیب خواهد بود و آیا سپاهان میتونه 3 امتیاز او هم به دست بیاره و هم امتیاز با تراکتور جایگاه دوم سوم جدول داشته باشن یا نه و همین ترتیب پیش خواهند رفت. بازی فولاد خوزستان پیدام که 1-1 مساوی تمام شد. بازی عرض کنم پارس جنوبی جم استقلال خوزستان هم 1-1 به نفع استقلال خوزستان دنبال میشد. خیلی خیلی ممنون، ما خیلی فرصت نداریم، ساعت 19 قرار بود در خدمت شما باشیم با شب‌های فوتبالی، یه مقدار با تأخیر دوستان عزیزم الان در خدمتتون خواهند بود و کامل راجع به هفته 24 مخصوصا این روز پایانی صحبت خواهند کرد. خیلی ممنون که همراهی کردید. آدینه شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. شبتون قشنگ، دلتون کوک، خدا نگهدار.